خانم رجوی، با سلام و درود به شما و به همه همسنگران شورایی در هر کجای دنیا که هستند، به خصوص به خواهران و برادران مجاهدان در اشرف سه، و با سلام و درود به قهرمانان کانونهای شورشی در میهن به پا خواسته. من هم به سهم خودم 40 سال حیات و پایداری شورای ملی مقاومت رو به مردم ایران، به شما، به مسئول شورا و به همه یاران تبریک میگم. گفتنی ها رو در مورد شورا، در مورد نقش بیبدیل آقای مسعود رجوی در تأسیس و پایداری و گسترش این شورا، در مورد مقاومت 40 ساله شورا و روابط بقایت دموکراتیک درون شورایی رو خود شما و مسئولین کمیسیون ها و یاران شورایی گفتن و من سپاسگزار همگی برای انتقال این تجربه ها هستم. خواهر گرامیمون خانم بدری پورتباخ گزارش جامعی از مشکلات برگزاری کهکشان در فضای مجازی دادند. من ضمن تبریک و دست مریزاد به برگزار کنندگان این کهکشان، لازم میدونم به عنوان یک ناظر و کمک کار در کارهای تکنیکی پروژه مقاومت، یک نکته رو از منظر خودم گزارشاً خدمت همه دوستان عرض بکنم. وقتی که کارهای کشوری که خواهر بدری گفتن شروع شد، در این آمریکا هم تحت مسئولیت خواهران و برادرانمون یک ریل کار شروع شد و من باید تأکید بکنم که این نقطه شروع سالیان پیش نبود. ما داریم صحبت از حدود 4 ماه پیش میکنیم. موضوع هم بسیار ساده بود. در دوران قرنطینه و کرونا قصد این بود که برای اون قدم اول 2000 نفر رو با پخش تصویرشون روی یک نشست واحد و در زمانی که تظاهرات خیابانی ناشدنی بوده هست در فضای مجازی برگزار کنیم تا حامیان مقاومت بتونن به صحنه بیان، تا حضور در صحنه‌شون در فضای مجازی ممکن بشه. خیلی تحقیقاتی شروع شد و در وهله اول و دوم و آخر نتیجه این بود که همه شرکت‌هایی که کارشون کار همین ارتباطات و برگزاری نشست‌ها هست، سقف این که نشستی برگزار بشه و همه بتونن ویدیو پخش بکنن رو به 1000 نفر گذاشته بودن و هرچی دوستان رفتند و آمدن جواب این بود که حتی برای 1001 نفر هم امکان نداره و سقف 1000 نفره. و طبعا همون جوری که همه الان دیگه میدونن، در همین جا ظرف کمتر از چند هفته یاران مقاومت در اینجا تونستن نشستی برگزار کنن که برخلاف تمام حرفایی که زده میشد، کاری که نشدنی بود انجام بشه و 3 تا نشست زوم با همدیگه گره خوردن و اون 100 هزار نفر شکسته شد. بله، اون کار تیمی و همون میتوان و باید سد و دیوار و راهبند رو کنار زد و رسیدیم به کار کارستانی که اشرفی ها در کهکشان انجام دادن که نبود رو به بود تبدیل کرد، ناممکن رو ممکن کرد. و به نظر من کهکشان امسال در یک کلام اثبات قدرت مقاومت سازمان یافته مردم ایران، مجاهدین خلق و همپیمانان اونها برای سرنگونی رژیم ولایت و برای سازندگی در دوران پسا ولایت فقیه بود. این اثبات برای مردم ایران و برای هر کسی که ناظر اجرای این برنامه بود بسیار روشن بود و دقیقا هم به خاطر همینه که رژیم مفلوک آخوندی مجبوره که به این هجمه سرتاسری که بر علیه رهبران این مقاومت، بر علیه مسئول شورا و خود شما را انداخته، مرتبا شدت بده و اون رو شدیدتر بکنه و مشخصا اون مزدور نفوذی رو که همرزم عزیزمون آقای ژورک به خوبی افشاش کرد. بله، این مزدور نفوذی رو
با همکاراش به صحنه بفرسته تا بیدنده و ترمز به لجن پراکنی بر علیه مقاومت و شورا و مشخصا بر علیه شخص آقای مسعود رجبی راه بندازه. واقعیت اینه که این رژیم در بنبست و مفلوک جدن به ته خط رسیده و چاره‌ای جز چنگ زدن‌ها به خس و خاشاک نداره. از طرف خودم هم در خاتمه من هم اجازه میخوام که لازم میدونم با شما، با مسئول شورا آقای مسعود رجبی در مسیر سرنگونی رژیم آخوندی و انتقال حاکمیت به مردم ایران همینجا دوباره تجدید عهد بکنم. با درود. تشکر از شما آقای عظیمی و توضیحی که دادین در مورد تکنیک و فن اونچه که انجام شد. شما بهتر میدونین کار عظیمی بود، راست میگین. حالا در فرصت دیگری حتما بیشتر میشه در مورد اون صحبت کرد. با تشکر از شما و تلاشاتون.